اونقان شهری در استان چهارمحال بختیاری است که در جنوب غربی شهر کرد مرکز استان و در فاصله 42 کیلومتری از این شهر قرار دارد. شهر جونقان از توابع شهرستان فارسان بوده و در شرقی ترین بخش میزدج واقع شده که مهمترین شهر پس از مرکز شهرستان است. با توجه به قدمت این شهر، آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری تاریخی در این منطقه فراوان دیده می‌شود. از جمله معروف‌ترین این آثار می‌توان به قلعه سردار اسعد بختیاری که مربوط به اواخر سده 13 هجری قمری است اشاره کرد. این قلعه روزگاری اقامتگاه تابستانی حاج علی قلی خان بختیاری بوده و نقش اساسی و پررنگی در انقلاب مشروطه و فتح تهران به دست بختیاری ها ایفا کرده است. چرا که مورخان معتقدند که طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های انقلاب مشروطه به فرماندهی سردار اسعد بختیاری در این قلعه صورت گرفته است. علی قلی خان معروف به سردار اسعد بختیاری، زاده سال 1236 در منطقه بختیاری، از رجال سیاسی دوره قاجار و از رؤسای ایل بختیاری بود که حیات سیاسی وی مقارن با به قدرت رسیدن 4 پادشاه در ایران بوده است. او پس از ماجرای به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار و پس از کسب اجازه از مراجع تقلید و علمای آن دوره، ابتدا اصفهان و سپس تهران را فتح کرد. بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، به سمت وزارت داخله و وزارت جنگ منصوب شد. درباره تاریخچه و سال بنای کاخ سردار اسعد بختیاری گفته می شود، ابتدا حسین قلی خان و عمویش کلبلی خان که شجاعت و سلحشوری مردم جونقان و دشتهای جونقان و میزدج چشمشان را خیره کرده بود، این شهر را به عنوان مرکز سوغلجیشی خود قرار داده و به گواه تاریخ پیروزی های خود را در جنگ های متعدد مدیون دلاوری های مردم جونقان و موقعیت خاص این شهر می‌دانستند. این بنای دو طبقه اواخر دوره قاجاریه پس از دستیابی فرزندان حسین قلی ایلخانی به قدرت سیاسی توسط سردار اسعد دوم بختیاری ساخته شد. حسین قلی ایلخانی که خود در همین شهر به دنیا آمده بود، این کاخ را روی بقایای منزل پدری بنا نهاد.
حسین قلی خان این کاخ را بر سر گذرگاه جاده لینچ با هماهنگی میرزا اصغر علی اتابک، امین السلطان، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار و همراه دیگر خیشان که از سهامداران آن شمرده می شدند، بنیاد نهادند. هدف از ساخت این کاخ، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای تجاری خوانین بختیاری و شرکای انگلیسیشان. گواهی هانر رنه آلمانی، زیبایی‌های افسون‌کننده کاخ قلعه جونقان یادآور صحنه‌هایی از داستان‌های هزار و یک شب شهرزاد قصه‌گو بوده است. کاخ موزه می توان یک نمایشگاه نقاشی از چهره‌های مهم و تأثیرگذار در انقلاب مشروطیت و همچنین خوانین بختیاری تأثیرگذار را مشاهده کرد. چهره‌هایی که هر کدام تأثیر مهم و بسزایی در شکل‌گیری تاریخ و هنر این سرزمین داشتند. این بنا یادگار اصلی است از اصالت قومی اصیل، این بنا یادگار و نمایشگر مرام مردمان ایل بزرگ بختیاری است. علی‌قلی هیچ وقت مایل به جنگ نبود و صلح و برادری را بر هر چیزی مقدم می‌دانست. وی در امور سیاسی نیز فردی توانا و منحصر به فرد بود. او این امتیاز ویژه را با حضور در دستگاه دولتی از زمان ناصرالدین شاه کسب کرده بود. همچنین تحصیلات عالیه و ارتباط با رجال بزرگ جهان باعث شده بود که این سردار بزرگ و وطن پرست در امورات محوله و جاریه مملکت بسیار موفق و کارآمد باشد. سردار اسعد در آثار رجال معاصر دارای سیمای مثبت و روشنی است. در تاریخ 22 خرداد سال 1261، ظل السلطان ولیعهد ناصرالدین شاه که از قدرت ایلیاتی بختیاری ها واهمه داشت، حسین قلی خان و دو پسرش را برای شرکت در یک رژه نظامی دعوت نمود. پس از مراسم در 40 ستون از آنها پذیرایی شد. در این پذیرایی فنجان قهوه‌ای آمیخته با زهر به حسین قلی خان دادند. سپس او را روانه زندان کردند و پس از 2 روز او در زندان درگذشت. هر
از این عکس‌ها سندی برای اثبات نقل قول تاریخ هست. قاب‌های چهره‌هایی که نامداریشان را غرض عده‌ای و غبار گذر زمان از یاد برده، هنوز هم می‌توانند ادله قابل قبولی باشند برای آنچه آن را تاریخ می‌نامیم. سردار اسعد در بین خوانین بختیاری امتیازات ویژه‌ای داشت. در تاریخ بختیاری که شرح اختلافات و درگیری‌های داخلی را نگاشته است، به ندرت از او در دسته‌بندی‌های خانوادگی یاد شده است. سردار اسعد را می‌توان محور اتحاد در ایل بختیاری دانست. قلعه سردار اسعد بختیاری دارای محوطه‌ای وسیع‌تر از محدوده فعلی آن بوده که به مرور ایام و در اثر عوامل مختلف طبیعی و اجتماعی در طول 100 سال گذشته از بین رفته است.
خانه آزاده. اینجا منزل حاج میرزا مهدی خان آزاده چالشتوری است. قدیمی ترین خانه موجود در بافت تاریخی چالشتور و متعلق به دوره زندیه. این خانه از طریق پیشفضایی در جوار بهاربند قلعه از ضلع جنوبی ورودی میگیرد و بعد از هشتی از طریق راهرویی به حیاط وارد میشود. جبهه غربی این خانه به تاریخ 1206 هجری قمری اواخر دوره زندیه جزء قدیمی ترین بخش این بناست که در دو طبقه ساخته شده و ویژگی های معماری آن دوره کاملا در آن مشهود است. ویژگی هایی همچون پوشش های توویزه و تاق کجاوه، عروسی خانه، گوشواره های دو طرف عروسی خانه و نقوش ترنج روی سقف ها. جبهه جنوبی شامل سردر، هشتی، دالان و اتاق هاست. طبق کتیبه سنگی سردر این جبهه به سال 1307 هجری قمری متعلق است. ولی مطابق اسناد و قباله ها، این جبهه با تخریب بخش دو طبقه متعلق به دوره صفوی ساخته شده است. جبهه شمالی و شرقی هم در دوره پهلوی با الگوی رایج در خانه های چالشتور ساخته شده است.